کاستیها ها در حوزه آموزش و پرورش زیاده اما برای مهیا کردن شرایط بهتر تلاش میکنیم این بخشی از صحبت های شب گذشته وزیر آموزش و پرورش بود که در بازدید از یک مجتمع آموزشی مطرح کرد وزارت آموزش و پرورش طی یک سال گذشته تغییرات ساختاری رو تجربه کرده اما همونطور که آقای وزیر میگه کاستی ها بسیاره مدیا اینجاست تا کمی از همین تغییرات و نتایجش به ما بگه بله های بتایی وزیر آموزش و پرورش از ابتدای سال 97 مرتب در صحبت هاشون اعلام کردن که سازمان امور اداری و استخدامی گفته که باید 5 تا معاونت وزارت آموزش و پرورش داشته باشه در حالی که این وزارت 6 تا معاونت داره که تعدادی هم اداره کل و دفتر زیر مجموعه هر کدوم از اونها هستن بلا فاصله هر کدوم از این معاونت ها خب تلاش کردن تا معاونت خودشون رو حفظ کنن و رایزنی کنن در این رابطه به همین هم آی بارها اعلام کردن که مرتب ما زیر فشاریم و به سختی اونها دارن تلاش میکنن که جلوی تغییرات رو بگیرن اما به هر صورت ساختار جدید چیده شد و سازمان امور اداری و استخدامی هم اون رو تایید کرد اما در این ساختار جدید کماکان سازمان هایی که زیر نظر تقریبا آموزش و پرورش بودن شش سازمان مثل کارنا پرورش فکری و کودکان و دو تا دانشگاه مثل دانشگاه هنگیان کماکان زیر نظر این وزارتخونه باقی مونده اون شش تا معاونت هم زیر همون جوری باقی موندن تنها نسبت به مدل قبلی یک دونه اداره کل تفاوت کرده و سه تا دفتر بزرگترین این تفاوت رو هم میشه در ادغام سه تا دفتر دید دفتر وزارتی دفتر ارتباطات و دفتر روابط عمومی که بیشتر از اون که باعث بشه که یک مشکلی حل بشه باعث سردرگمی شده مخصوصاً برای مطبوعات حالا دیگه یک ارگان مشخصی وجود نداره که اونها بتونن ازش اطلاعاتی رو که میخوان بگیرن یا اینکه وقتی که نشستی میشه و این وزارت خونه میخواد اونها رو دعوت بکنه هم به صورت گزینشی این اتفاق میفته که خب به وجهه این وزارت خونه لطمه زیادی زده یا به طور کلی جای اشاره شده که هدف از این تغییرات کم کردن و زیاد کردن معاونت ها و دفترها چیه اصلا در چه راستایی قرار انجام بشه طرح کوچیک سازی دولت بود که خب وزارت آموزش و, و پرورش هم خواست به این شکل از اون پیروی بکنه ولی در واقع نه تنها این فقط انگار یه پیروی شکلیه و کمکی به این سازمان نکرده که به وجهش هم لطمه زیادی زده به ویژه در مطبوعات مرسی مرسی از تو زیادت